خانه دوست، رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. یاران مهرامیزترین درودهای مرا بپذیرید. امروز شنبه دوم فوریه سال 2008 میلادی برابر با 13 بهمن ماه 1386 خورشیدی است. من هما سرشار هستم و سرفراز و خرسند که در این روز تعطیل از این ساعت تا ساعت 10 بامداد در 670 AM KIRN رادیو ایران همراه با علیرضا حکمت‌چار کارگردان فنی برنامه با شما خواهیم بود. در خانه دوست دیگه حتما همه شما الان میدونید که مهمونان خودشون میزبان هستن، پس بفرمایید تو که خونه خودتونه، ببینیم که امروز تو این خونه چه خبره. خب در نگاهی سریع و گذرا با اونچه که هفته گذشته در ایران و جهان روی داد، شاید یکی از مهمترین خبرها و یکی از گسترده ترین پوشش ها برای خبرهای داخل امریکا مسئله آماده شدن نامزدهای انتخاباتی بود برای سه‌شنبه‌ای که در پیش داریم که به سوپر تیوزدی معروف هست و کنوانسیون های مختلف، گزارش های مختلفی که از این کنوانسیون ها اومده و همینطور مناظره هایی که در رادیو تلویزیون ها بود بین نامزدهای انتخاباتی حزب دموکرات و همینطور حزب جمهوری خواه. در هفته‌ای که گذشت چندین تن از این نامزدها کناره گرفتند از مبارزات انتخاباتی به دلیل اینکه یا بودجهشون کم اومد و یا اینی که امیدی به این که دیگه بتونن در انتخابات جای درستی داشته باشن رو نداشتن. در نتیجه در آخرین مناظری که برای حزب دموکرات پیش بینی شده بود، فقط خانم سناتور هیلری کلینتون و سناتور اوباما با هم دیگه نشستند و صحبت کردند که یکی از مناظره های دیدنی بود به خاطر اینکه هر دو خیلی متمدنانه و خیلی با آگاهی و در نهایت آرامش با هم دیگه برخورد کردن در این مناظره، به طوری که این توهم برای بسیاری پیش اومد که اگر هر یک از اینها انتخاب بشه از طرف حزب دموکرات ممکنه دیگری معاون او بشه در مبارزات انتخاباتی. به همین دلیل واقعا تنور انتخابات در آمریکا گرم بود. ما هم خبرهای امروز رو به همین دلیل تقریبا مختصر میکنیم به این قضیه و میریم سراغ یکی از دوستان و یاران خوب برنامه، آقای رضا گوهرزاد، که در کنوانسیون حزب دموکرات که از دیشب در اورنج کانتی تشکیل شده و امروز هم ادامه داره شرکت داشتن، به ما یه گزارش کوتاهی بدن از اینکه ببینیم اوضاع احوال در کمپ ها و یا اردوگاه های انتخاباتی چگونه. صبح شما بخیر آقای رضا گوهرزاد. درود من بر شما و صبح شما بخیر و صبح شنوندگانتون بخیر. همونطور که شما فرمودین، نزدیک شدن به سه‌شنبه بزرگ بسیار اهمیت پیدا میکنه برای اینکه بیش از 45% آرایی رو که یک کاندیدا برای به دست گرفتن نامزدی حزب خودش نیاز میتونه وجود داره از نظر شماره دلیگیت ها، این 40% مجموع در این سه‌شنبه داده میشه. به این ترتیب اگر کسی تونسته باشه میزانی رو در این 5 ایالت پیشین کسب بکنه و این بالای این 40% رو سهم خودش بکنه، تقریبا با فاصله با اینکه نامزد حزب باشه فاصله ای نخواهد داشت. برای همین است که این کاندیدات این حرکت ها بسیار این روزها اوج میگیره، به ویژه در کالیفرنیا که شو بالاترین شمار دلیگیت یا حق بیعت رو در انتخابات خواهد داشت. به این ترتیب حق بیعت رو هم ببخشید که ساخته من هست، ولی واقعا جا داره در مورد همین مسئله. بله. شب گذشته حزب دموکرات اورنج کانتی، ولایت اورنج کانتی، تشکیل شد و امروز هم ادامه پیدا میکنه. ترکیب سخنرانان دیشب این حس رو به من داد که
اورنج کانتی داره از خانم هیلری کلینتون حمایت میکنه، برای اینکه شب آغازین رو برنامه گردان اون خانم لورتا سانچز کنگرس وومن یا نماینده کنگره آمریکا که از لاتین تبارها هست، امسی برنامه بود و برنامه گردان بود و ایشون هم میدونین که حمایتش رو از خانم هیلری کلینتون اعلام کرده. بله بله. و از سخنران اصلی که آقای جری برام بود، با اینکه کوشش کرد که از خانم هیچ نامی از هیچ کاندیدا نبره، سبب نگاه خودش تصور میشد، به سبب اینکه ایشون نگاه چپ دارن در حزب دموکرات، حتما به آقای اوباما نزدیک بشن، ولی ایشون چند جمله به کار بردن که این چند جمله اونجا حکایت میکرد که ایشون به خانم هیلری نزدیک خواهد شد با اینکه رسما اعلام نکرد، و ایشون چند بار مسئله تجربه رو و نیاز به این تجربه مطرح رو مطرح کرد و از پیر بودن خودش هم به شوخی استفاده کرد. حضور آقای مکالف که در انتخابات دوره آقای کری رئیس حزب دموکرات بودن و گرداننده کانونشن بوستون هم بودن، در شب گذشته که ایشون رئیس دفتر خانم کلینتون هم هست، در این سخنرانی باز این بار حرکت شب اول آغازین رو بیشتر میکرد که اینا در اورنج کانتی لبه به این سو خواهد رفت و به ویژه شرکت کنندگان حزبی این حس رو به دست آورده بودن، ولی به هر روی این قضیه رسما اعلام نمیشه، برای اینکه شیوه احزاب نیستش که تا پیش از این کنونسیون این شکل رو اعلام بکنن، جز کسانی که نماینده رسمی هستن مثل خانم سانچز و اینا، که اینا بهشون میگن بیعتگران حق رأی که اینا نیاز به شمارش ندارن. بله. این ترتیب امروز هم ادامه پیدا میکنه. برای نکته جالب این که پیشتر تمام سخنرانی ها بیشتر به سبب اینکه اعتصاب کارگران هتل دیزنیلند بود و این مراسم اونجا برگزار میشد، به مسئله حقوق کارگران، بهداشت کارگران، اعتصابای کارگران خیلی اشاره داشت. و جالب این که اعتصابگران با اینکه قرار بود که شام به کسی نمیدن در اون هتل، و دیشب اعلام کرده بودن به سبب نزدیکیشون به حزب دموکرات شام رو برای اعضای حزب دموکرات سرو خواهند کرد و مراسم رو برگزار. آقای گوهرزاد، چقدر مؤثر ایالت کالیفرنیا و به ویژه اون بخشی که شما داشتین الان در موردش صحبت میکرد، یعنی اورنج کانتی، در روز سه‌شنبه تصمیماتی که گرفته میشه، آیا هیچ کدوم از کاندیداها یا نامزدهایی که در 3-4 روز گذشته در کالیفرنیا و در لس آنجلس بودن هم آمدن در کنونسیون؟ نه، اینا نماینده هاشون رو دیشب فرستاده بودن به اون طریق، امروز هم ادامه پیدا خواهد کرد، برای اینکه کوشش اینها اون لبه ای رو که تقسیم میکنن که ببینن که در کنونسیون چقدر واقعا حق رأی دارن، حضور خودشون رو کم میکنن که به جای دیگه بپردازن. اگه دقت کرده باشیم دیگه خانم کلینتون از کل کالیفرنیا رفت و آقای فقط اوباما امروز برمیگرده، اون هم ایشون برمیگرده به لس آنجلس تا بتونه با خانم اوپرا در این راهپیمایی حرکت کنه و فردا با خانم کارولین کندی. ولی خانم کلینتون نیست، به این ترتیب نمایندگانش که شمار زیادتری از تعداد آرای همین مثل خانم سانچز اینا که میتونن براش فعالیت بکنن رو خانم کلینتون به خودش جذب کرده. در مورد اینکه فرمودین چقدر تاثیر داره، اینطور بهتون بگم که یک نماینده کنگره آمریکا به یک نماینده نامزد انتخاباتی برای حزب دموکرات 2025 حق رأی نیاز داره یا حق بیعت نیاز داره. کالیفرنیا به تنهایی بالای 547 تا، تصور میکنم الان اون 47ش اشتباه نکنم حضور ذهن، ولی بالای 500 تا از این شماره ها رو به خودش اختصاص میده. شما ببینید که چقدر تأثیر داره که یک نفر اگه کالیفرنیا رو بتونه بیشترین شمارش رو بگیره و نزدیک به اون 500 بشه، بتونه در اون شمارش 2025ش بیشترین شمارش رو داشته باشه. همه رو کالیفرنیا حساب میکنن و بعد نیویورک و نیوجرسی و در نهایت ماساچوست. برای مسئله خانم کلینتون در این چند ایالت خیلی بیشتر کوشش میکنه، به عکس آقای اوباما. درسته که در جنوب کالیفرنیا با سیاهان و خانم وینفری کوشش خواهد کرد، ولی ایشون به 5 ایالت دیگه‌ای که در روز سه‌شنبه مطرح هستن و بیشتر سیاه‌نشین هستن کوشش میکنه که بتونه اونجا اکثریت رو بیاره. یادمون نره بعضی از ایالت‌ها تقسیم بندی دلیگیتاش بر اساس اون منطقه بندی که رأی میاره، یعنی اورنج کانتی خودش شماره خودش رو داره. بعضی از ایالت‌ها در آمریکا مثل آریزونا، هر کس اونجا رو ببره همه رو برده. فلوریدا هم اینطوری بود، هر کس رأی کامل رو بیاره تمام دلیگیتا رو میبره. یا کاکس ها که بیشتر گرفتاری داره و اون است که هر کس حضور داشت رأی میبره. این سه نوع تقسیم بندی اینها رو در سیاست گذاریشون
کمک میکنه و اگر در این سیاست گذاری مثل آقای جولیانی اشتباه کرده باشن به این ترتیب از دور حذف میشن، حالا که دو نفره هستیه. یک دنیا از لطفتون ممنونم، امیدوارم که در فرصت‌های دیگه که کنوانسیون‌های دیگه هست و یا خبرهای دیگه هست باز هم محبت کنید و ما رو در جریان بذارید که برای شنوندگان رادیوی ایران و همینطور برنامه خانه دوست توضیح داده بشه مفصل و مرتب که چقدر مهم رأی دادن و چقدر حضور در صحنه برای ریاست جمهوری و هر رأی دادن دیگری که یکی از نخستین حقوق دموکراتیک هر شهروندی هست در آینده اون مملکت و در آینده خودش چقدر موثره. ممنونم ازتون آقای رضا. من یه جمله میتونم فقط اضافه کنم؟ یه جمله بله. بله فقط این جمله این است که حزب دموکرات اورنج کانتی این مجموعه بزرگ به رهبری و گردانندگی اصلیش از توی یک خانم 24-5 ساله ایرانی به اسم ملاحت رفایی است که امیدوارم در آینده بتونیم باش گفته و تمام حزب تمام بارش بر دوش این خانم جوان ایرانی. به به چقدر عالی، حتما ایشون هم پیداشون میکنیم که گفتگوی هم با ایشون داشته باشیم. سپاسگزارم از لطفتون آقای رضا گوهرزاد. درود بر شما. خب دوستان، گزارش سریع و پر از اطلاعات آقای رضا گوهرزاد دوست نازنین و همکار رادیو ما رو شنیدین از کنوانسیون دموکرات ها در اورنج کانتی. میدونیم که سه شنبه روز مهمی، سه شنبه بزرگ سوپر تیوزدی برای رای دادن و این یکی از روزهای سرنوشت ساز هست. بالاخره ما هم منتظر میمانیم و نگاه میکنیم و گوش میدیم که ببینیم چه خبره. بعد یک سایت رو میخواستم اینجا به شما دوستان علاقمند آدرسش رو بدم. این سایت هست mamali.soheli.com/nowruz که گاه شمار نوروز حتی با ثانیه. مثلا الان که من اینو واس کردم این سایت رو میگه 46 روز و 13 ساعت و 32 دقیقه و 7 ثانیه که الان شد 3 ثانیه و 2 ثانیه همجور داره کم میشه به حلول سال جدید 1387 خورشیدی مانده. برای کسانی که علاقمندند میتونن این رو تو هر شهری که باز بکنند ساعتش رو، ساعت تحویل رو نشون میده. نشانی اون سایت هست mamali mamali نقطه سوهیلی soheyli.com سلش نوروز. نوروز رو هم NOWROOZ ثبت کردن. خب این یک اطلاعاتیه که میدونم برای خیلی جالبه این قضیه رو بدونن. خب ما امروز برای شما گزارش های متعددی دیگه، گفتگوهای متعددی دیگه و برنامه های مفصلی تهیه و تدارک دیدیم که ازتون خواهش میکنم با ما باشید، کنار ما بنشینید، چای اول بریزید که بندم برم چای اول خودم رو بریزم و بیام و با شما برنامه رو ادامه بدیم. یک کلام بشنو از دکتر حاله اقراری. خانم دکتر حاله اقراری مهمان این ساعت برنامه ما، روانشناس اجتماعی و دارای بورد تخصصی ایالتی در روانشناسی بالینی هستند، عضو انجمن روانشناسان آمریکا و انجمن روانشناسان کالیفرنیا و یکی از بنیانگذاران انجمن روانشناسان ایرانی آمریکا IAPA هستند. فعالیت‌های دکتر حاله اقراری عنوان روانشناس هم شامل تدریس و ارائه سرویس‌های رواندرمانی در مؤسسات و بیمارستان‌های روانی بوده و در 10 سال اخیر به کار رواندرمانی در لس‌آنجلس به صورت اختصاصی و خصوصی مشغولند. خانم دکتر حاله اقراری، از خانم دکتر حاله اقراری در مورد برنامه‌ای که هفته آینده در شهر یوسیله از طرف انجمن روانشناسان ایرانی آمریکایی برقرار خواهد شد گفتگو میکنیم و سوال میکنیم، چون که یک سری برنامه های فوق العاده جالب و
آگاه کننده برای علاقمندان تهیه دیدن که این نخستین اون خواهد بود. صبح شما بخیر خانم دکتر حاله اقراری. سلام خانم سرشار. حال شما خوبه که انشاءالله. خیلی ممنون، مرسی. خسته نباشین. متشکرم. میدونم که در این ماه گذشته شما همراه با همکاران و گروه برد انجمن روانشناسان ایرانی آمریکایی بسیار فعال بودین برای اینکه یک سری از کنفرانس های آموزشی خودتون رو آماده بکنید که نخستینش روز یکشنبه دهم قرار است که اجرا بشه. با ما راجع به انجمن روانشناسان ایرانی آمریکایی صحبت بفرمایید که این با چه هدفی و به چه دلیلی تشکیل شده و از کی تشکیل شده؟ بله، حدود 3 سال پیش گروهی از همکارای روانشناس و مشاور ما دور هم جمع شدیم، به علت اینکه واقعا جای خالی یک مرکزی رو احساس می‌کردیم برای اینکه بتونه روانشناس‌های ایرانی حداقل کالیفرنیا اگه بقیه جاهای مملکت نه رو دور هم جمع بکنه و به این وسیله ما بتونیم با همدیگه ارتباط برقرار کنیم، افکارمون رو رد و بدل کنیم و بتونیم در مورد حرفمون با همدیگه کامیونیکیشن داشته باشیم. هدف اصلی انجمن روانشناسا این بود وقتی تشکیل شد. بله، الان میدونم که شما تقریبا به طور مرتب ظرف این چند سال 3 سالی که تشکیل شد این جلسات مشورتی با همدیگه داشتین و در واقع پس از این یکی دو سه سالی که تشکیل شده و هدفتون رو و راهی رو که قراره برید و انتخاب کردید، برای نخستین بار تصمیم گرفتید که یکی از اهدافی که دارید و اون ارائه کنفرانس های آموزشی رایگان هست به جامعه ایرانی رو میخواید مثل این که انجام بدید و ارائه بکنید، درسته خانم دکتر؟ بله همینطوره. یکی از هدفهای انجمن روانشناسای ایرانی این هست که بتونه کارهای اجتماعی برای جامعه ایرانی انجام بده. بله. و از جمله این کارهای اجتماعی یکیش ارائه سرویس های آموزشی رایگانه که اولین دونش به صورت کنفرانس قرار یک شنبه 10 فوریه در UCLA برگزار بشه. بسیار عالی. این کنفرانس ها تحت چه عنوانی است و به چه مسائلی خواهید پرداخت خانم دکتر اقراری؟ این کنفرانس ها تحت عنوان رویارویی با رنج و التیام برقرار خواهد شد. یعنی تیتر اصلی این سری از کنفرانس ها رویارویی با رنج و التیام هست. بله. و بعد هر کدوم از این کنفرانس های رویارویی با یک مسئله به خصوصی که میتونه مورد علاقه جامعه ایرانی باشه روبرو خواهد شد و اون مسئله رو مطرح میکنه و صاحب نظرها و روانشناسایی که ما ازشون دعوت بکنیم میان و درباره اون مسئله به خصوص صحبت خواهند کرد. اولین موضوعی که مورد بحث قرار میدید چیه خانم دکتر اقراری؟ اولین موضوعی مورد بحث ما تضادهای فردی و جمعی در بین ایرانیا و شیوه های مؤثر سازگاری میباشد. تضادهای جمعی و فردی در میان ایرانیان این مسئله خیلی مهمیه ها. 100% بسیار مهمه. خب اون وقت سخنرانان برنامه کیا هستند؟ سخنرانان برنامه ما دکتر نهضت فرنودی، دکتر رابرت مرادی، دکتر علی صادقی و خود من هستم. خود شما هستین. بسیار خوب. ما انجمن رو برای نخستین بار به اجتماع یعنی به مردمی که میان و به جامعه ایرانی گویا هم در همین جلسه معرفی میکنید و هدفاتون رو خواهید گفت، درسته؟ بله همینطوره. رئیس هیئت مدیره انجمن خانم دکتر طاهره پیرحکایتی در اول این گرد همایی یک چند دقیقه صحبت خواهند کرد در مورد انجمن و هدفاش. خانم دکتر اقراری انجمن شما وبسایت هم داره، یعنی راه افتاده وبسایتش؟ بله ما یه وبسایتی هم داریم. آدرسش هم ممکنه بفرمایید؟ بله بله، آدرس وبسایت ما هست www.iapa.ws. بله. بله بله
چه جالبه، نشنیده بودم WSA. بله. پس www.iapa که Iranian American Psychologist Association psychological association.ws S as in Sam. بله. بله. این کنفرانس، نخستین کنفرانس گروه انجمن روانشناسان ایرانی آمریکا در روز دهم ماه فوریه از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در تالار سخنرانی شماره 63 خط فاصله 105 دانشگاه UCL برگزار میشه. این تالار سخنرانی کجاست خانم دکتر قدیم؟ بسیار سوال خوبی کردین. این تالار سخنرانی در ساختمان اصلی مرکز پزشکی هست. بس. یعنی خود بیمارستان UCLA که از خیابان لوکونت واردش میشن، اونجا وقتی وارد لابی اصلی بیمارستان میشین، کوریدور شماره 7 و بعد کوریدور شماره 2 رو پیدا میکنین و وقتی به آسانسور شماره 3 از این کت رو دیدین به طبقه 6 میرین و بعد اونجا میبینین علامت هست که تالار سخنرانی 6305 رو پیدا خواهیم کرد. البته این نکته رو بگم برای شنوندگان علاقمند که اگر وارد لابی اصلی بیمارستان یا ساختمان پزشکی دانشگاه UCLA بشید، یک کیوسک، یک محل اطلاعات بزرگ همون روبروی شما هست که در اون حال ورودی که یک طرف گل فروشی و یک طرف کافی شاپه، روبروتون یک اطلاعات هست. من چون معمولا خودم این کارو میکنم، از همون اطلاعات موقعی که بپرسین محل اتاق 6305 در کنفرانس روم 6305 یک کاغذ در میارن و قشنگ برای شما خط میکشن که از این کوریدور برو، برو تو اون آسانسور، از اونجا برو بالا، دست چپ بپیش. یعنی واقعا راهنمایی خیلی روشنی میکنن که شما رو به محل میبره. بنابراین نگرانی نداشته باشید از اینکه به اونجا مراجعه بکنید و از اطلاعات بگیرید. پس در مدیکال سنتر UCLA، ساختمان اصلی دانشگاه UCLA، کنفرانس روم 6305 برگزار میشه. ورودی داره این جلسه خانم دکتر؟ نه خیر خانم سرشار، مهمه که افراد بدونن این سری از کنفرانس های آموزشی رایگان هست. رایگان هست و همه میتونن مراجعه بکنن. ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر نخستین جلسه انجمن روانشناسان ایرانی آمریکا در دانشگاه UCLA. به چه زبانی هست سخنرانی ها؟ این سخنرانی به زبان فارسی خواهد بود. پیش بینی اینم کردین که جلساتی به زبان انگلیسی داشته باشه یا همه جلسات شما به زبان فارسی خواهد بود برای استفاده مردم؟ الزاماً همه جلسه ها به زبان فارسی نخواهد بود. ما میتونیم بعداً جلسه هایی هم داشته باشیم به زبان انگلیسی، به خصوص برای اون قشری از جامعه که خیلی جوان‌ترن و در امریکا متولد شدن، تینیجرها و یا اونایی که ما بهشون میگیم second generation ایرانیانز، یعنی بچه های مهاجره ایرانی. بله خانم دکتر اقراری، این کوششی رو که برای آگاه کردن جامعه ایرانی الان داره انجمن شما به کار میبره، فکر میکنید تا چه حد مؤثر باشه؟ یعنی چقدر منتظر این هستید که خود شرکت کنندگان هم در جلسات شما اظهار نظر بکنن، سوال بکنن، نظر بدن برای اینکه یه مسائلی روشن بشه براتون؟ والا ما امیدواریم که تا اونجایی که قرار مؤثر باشه مؤثر باشه. خب. مقدارشو من نمیتونم تخمین بزنم، ولی به هر حال این کوشش ها رو ما انجام میدیم و هر کس هر چی که تونست از توش بگیره همون خیلی عالی خواهد بود. اینا کنفرانس هایی که برای سوال و جواب باز خواهد بود، مسائلی درش مطرح میشه که امید ما اینه که مردم بتونن از توی این مسائل یه سری نکته هایی رو برای رشد شخصی خودشون جمع‌آوری بکنن و به هر حال یه اثر مثبتی بتونه روی جامعه داشته باشه. خب فوق‌العاده است و به نظر من یکی از راه‌هایی است که جامعه ایرانی برای زندگی در جامعه میزبان و یا یه نگرشی به آنچه که در واقع مشکلات فرهنگی اجتماعی جامعه خودمون هست که تضادهای جمعی و فردی در میان ایرانیان و شیوه های مؤثر سازگاری به نظرم یکی از مهمترینش هست، چون همیشه گفته میشه یا انتقاد میشه یا در واقع گلایه میشه از اینی که ایرانی ها
درجه سازگاریشون کمه برای کارهای جمعی، و علتش رو اگر که ما بتونیم در این سخنرانی پیدا بکنیم و نظر شما و گروه دیگر متخصصینی که در این جلسه حضور دارن، آقای دکتر رابرت مرادی، آقای دکتر علی صادقی و خانم دکتر نهضت فرنودی رو بشنویم، حتما جالب خواهد بود. در هر حال بسیار از شما سپاسگزارم خانم دکتر هاله اقرادی. براتون آرزوی موفقیت دارم و به امید اینی که شنوندگان خوب برنامه رادیو که علاقمند به اینجور برنامه های فرهنگی و آموزشی هستند، در روز یکشنبه 10 فوریه به دیدار شما بیان. خیلی ممنون خانم سرشار. قربون شما، روزتون بخیر خانم دکتر هاله اقرادی. صبح شما بخیر. خب یاران، در این بخش از برنامه ما میخواییم بریم به پاریس و به سراغ یک هنرمند بسیار ارزنده ایرانی که بسیار از شما با نامش و کارش آشنا هستین، آقای شاهرخ مشکین قلم، که در هفته گذشته به دلیل یک اجرای فوق‌العاده جالبی که در کمدی فرانسیس داشتن به مناسبت سال روز تولد مولیر که یکی از معروفترین نویسندگان کمدی فرانسه هستند بوده و نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر، از شاهرخ مشکین قلم برای این اجرای ویژه یاری گرفته شد در کمدی فرانسیس و بسیار هم مورد استقبال قرار گرفت برنامه کلن. در نتیجه به پاریس میریم و گفتگویی میکنیم با شاهرخ مشکین قلم در باب اطلاعات گرفتن در مورد اینکه چگونه این برنامه اجرا شد. در واقع 15 ژانویه روز تولد مولیر هست و به خاطر همین 386 سالگرد تولد مولیر رو باز هم امسال جشن گرفتن. حضور شاهرخ مشکین قلم، هنرمند رقصنده و همینطور هنرمند صحنه های تئاتر کمدی فرانسیس، چشمگیر بود و شما یاران که در چند ماه گذشته از برنامه شاهرخ مشکین قلم در لس آنجلس دیدار کردین و با کار او آشنا شدین، حالا بد نیست که به سخنانش در مورد یه بخش دیگه از کارش، یعنی در کار اجرای روی صحنه آشنا بشین. خب علیرضا خان، داریم آقای مشکین قلم رو؟ اوکی، پس بله، یه تا شاهرخ مشکین قلم رو گیر بیاریم میرم و برمیگردیم که درست و حسابی باهاش صحبت بکنیم. خیلی خب، خب دوستان، آقای شاهرخ مشکین قلم رو در پاریس پیداشون کردیم و همطور که به شما توضیح دادم به مناسبت اجرای ویژه برنامه‌ای که برابر با روز تولد مولیر بنیانگذار کمدی فرانسیس بود رو با شاهرخ مشکین قلم در موردش صحبت میکنیم. عصر شما در پاریس بخیر آقای شاهرخ مشکین قلم. روزتون خوش، صبح زیبایی رو داشته باشین در شهر زیبای لس آنجلس. خیلی ممنونم. شما برای دوستان برنامه خانه دوست بفرمایید شاهرخ خانم مشکین قلم، که این آقای مولیر که اینقدر برای اهالی کمدی فرانسیس مهمه و برای اصولا برای ادبیات جهان نام بسیار بسیار پر افتخاری است، چگونه است که همه ساله تولد او رو با این همه در واقع احترام و عزت میگیرند و برنامه ویژه‌ای به او اختصاص میدند؟
والله خب یکی از فکر کنم مشهورترین نویسنده های تئاتر فرانسه است حداقل، و شهرتش فقط به خاطر این نیستش که نویسنده تئاتر بوده، بلکه خودش هنرپیشه بسیار قبراقی بوده، بلکه و خودش ابداعگر این خانه بزرگ تئاتر فرانسه است که الان کمدی فرانسز نام داره، کمدی به معنای لاتینش یعنی بازیگری. بله. معمولا این توهم به وجود میاد که وقتی میگیم کمدی فرانسز یعنی همه نقشای کمیک و خنده دار بازی میکنن. و این خانه رو از همون دوره خودش یعنی از سال 1680 میلادی اونجا رو ابدا کرده، و از اون موقع همینطور هنرپیشه‌هایی که در دوره خودش همزمانش بودن اینجا کار کردند تا به امروز، و هر سال تولد مولیر رو که چیز ذهنیه در واقع 15 ژانویه جشن میگیرن، و به این مناسبت تمام از آثارش قطعاتی رو که پرداخته شده به واسطه تمام همین هنرپیشه‌های تئاتر کمدی فرانسز امروز که بعضیشون 40 تا 50 سال خدمت داره سابقه شون در همین تئاتر تا به آخرین هاشون که همین چند ماه اخیر بارشتن، قطعاتی از پیسای مولیر رو اجرا میکنن اونجا، به اضافه جشنایی که همیشه مرتبط به مدیر دوره کمدی فرانسز تغییر میکنه. بله. شما که از سال 2005 آقای مشکین قلم به عضویت رسمی کمدی فرانسز در آمدید، امسال در سالگرد تولد مولیر چه برنامه‌ای رو اجرا کردین برای؟ من یک بخشی از تخفیف مولیر رو اجرا کردم که از یکی از مونولوگای نسبتاً طولانیه که داره یک پیام عاشقانه‌ای به المیر زن ارگون میده، که این داستان البته یه داستان خیلی خیلی مشهوریه توی دنیای تئاتر، به خاطر که این تخفیف رو که نوشته که این واژه رو اصلا آفریده که بعداً توی واژه‌نامه فرانسوی هم وارد شده، به یک شارلاتان، به یک متقلب دینی گفته میشه که از راه دین و دیانت یه خانواده متدین نسبتا مذهبی و معتقد و با خدایی رو سرشون رو کلا میذاره که بتونه ازشون هزاران سوء استفاده بکنه، و یکی از سوء استفاده هاش این بوده که این آقای تخچویف عاشق خانوم خونه هست که نامش هست المی، و یک بار که در تنهایی گیرش میره در یک اتاق شروع میکنه به تمام بازگو کردن احساسات عاشقانش به این زن. اونجا بوده که این داستان معروفه که اوگون شوهرش رو که اصلا باور نمیکرده کورکورانه این آدم الهی رو میپسندیده زیر میز قایمش میکنن، و زنش میگه حالا برای اینکه باور بکنی ببین چه اتفاقی میفته وقتی که فکر میکنه تو نیستی با من. پس یه بخشی از این رو، یعنی از بخش‌های نمایش‌های مختلف مولیر، بخش‌های کوتاهیش رو بله هر کدوم از هنرپیشه‌ها انتخاب کردن، چون حدود 70 تا هنرپیشه هستیم، هر کسی یه قسمی رو انتخاب می‌کنه با البته با تنظیم با یعنی مدیر کمدی فرانسز که در حال حاضر مریل میت یه خانمی هست. بله. برای این دوره 4 ساله از پارسال تا 3 سال آینده. این خانم هم مثل بقیه رؤسای کمدی فرانسه سختگیره آقای مشکین قلم. این خانم اتفاقا اولا که خب معمولا خانوما برعکس اون چیزی که تصور میشه خیلی سختگیرترن در زندگی در جامعه، که همون کمیشه فکر میکنی مثلا تربیت خانواده تربیت بچه ها همیشه به دست خانوم هاست، به خاطر که کارهای بسیار دشواریه که به نظر نمیاد، و این خانوم هم که سن و سالی هم نداره 47-8 سالش بیشتر نیست، که خودش از هنرپیشه های قدیمیه کمدی فرانسز، حدود 30 سال سابقه خدمت در کمدی فرانسز به عنوان یک هنرپیشه داره، و پارسال وقتی که رول مدیریت کمدی فرانسز رو گرفت تا به حال یکی از بی‌سابقه ترین مدیرای سختگیر دوره‌های کمدی فرانسز به حساب اومده. پس ما امیدوار باشیم که این خانم به شما مرخصی بده که به لس آنجلس بیاید یا نه. البته یه جورایی هم آدم میتونه امیدوار باشه که به من مرخصی دائمی بده. نه مرخصی دائم که نمیخوایم بده، برای اینکه واقعا افتخار ما جامعه ایرانی این هستش که هنرمندی چون شما تنها هنرمند ایرانی در کمدی فرانسز هست به عنوان عضو این مؤسسه معتبر
هنری جهانی میشه در واقع گفت، ولی خب دلم میخواد که گاه بیگاهی هم شما رو در شهر خودمون ببینیم و ما امیدواری داشتیم که در ماه می شما به سراغ ما بیه در لس آنجلس. میتونید؟ اتفاقا بر حسب چیز شانس زیادی که من داشتم، رابطه نسبتا خوبی هم با میایل دارم، وقتی که براش اعلام میکنم که این فعالیت هایی که من خارج از کمدی فرانسز هنوز نگه میدارم خیلی خیلی کوچیک که ازشون تقاضای مرخصی میکنم، گرچه خب فاصله ها خیلی زیاده، این مرخصی یک ساعتیه که من اونجا دارم برنامه دارم اجرا میکنم تبدیل میشه به 3 روز مرخصی و این خب یه هزینه های سنگینیه برای کمدی فرانسز که یکی از تنابشاشون نباشه، مجبورن برای من یه جانشین پیدا بکنن این حرفا. ولی وقتی برشون میگم که برای چه مواردیه، وقتی میگم که برای ایرانیکاست، توضیح میدم که ایرانیکا چی هست و رابطه من با فرهنگ ایران چیه، چقدر احساس وظیفه میکنم نسبت به فرهنگ و نسبت به کشورم و ادبیاتش و به مسائلی که مسائل سیاسی مملکتی، خب مسلمان اصلا حتی اونا به خودشون اجازه نمیدن که سوالی برای من به وجود بیارن که آیا نمیشه نری، همیشه تا به حال خوشبختانه برخورد مثبت شده بهاش و همینطور که خدمتتون عرض کردم که توافقشون رو اعلام کردن برای عزیمت من در روز 4 می برای ایرانیکا به لس آنجلس. به به، آقای شاهرخ مشکین قلم 4 ماه می در شهر لس آنجلس هستن و به مناسبت 30 سال آغاز کار دانشنامه ایرانیکا، ایشون که یکی از دوستداران و طرفداران دانشنامه ایرانیکا هستند، برنامه ای رو اختصاص میدن به ایرانیکا که اطلاعات بیشترش رو همونطور که نزدیک شدیم به شما دوستان علاقمند که میدونم چقدر مشتاقانه از بعد از برنامه نخستین برنامه که چند ماه گذشته در ماه آگست آقای مشکین قلم در لس آنجلس داشتند در انتظار دیدار مجددشون بودید، این بار با مجموعه ای از رقص هایی به لس آنجلس میان که برای شما و برای همه ما تازه است. چی هست این برنامه که داری میارین آقای مشکین قلم؟ اسم این کار هست رقص اسطوره ها، به خاطر اینکه روی 3 از اسطوره های عاشقانه ادبیات پارسی رو که من خیلی باشون در واقع اخت بودم برقرار شده این 7 تابلو. بله، 7 تابلوی رقصه که روی اسطوره هایی است از نظامی گنجوی، خسرو شیرین گشت پرده انجام میشه، بعدش بهرام درستی از منظومه 7 پیکر باز دوباره نظامی گنجوی که باز دوباره در 3 پرده انجام میشه و 1 پرده هم از داستان نبرد سهراب با گرد آفرید از شاهنامه فردوسی که همزمان با قرائت اشعاری که بر روی اون اشعار ما داریم میرخصیم. چقدر زیباست و با اشتیاق منتظر دیدار شما هستیم آقای شاهرخ مشکین قلم. اگر اجازه بدید با توجه به اینکه این همه گرفتاری و من میدونم که چقدر محبت کردید برای اینکه الان از صحنه اومدید پایین و این وقت رو دارید که با شما گفتگو بکنم، باز هم همچنان که کم کم نزدیک میشیم به ماه می با شما اطلاعات بیشتری از شما در مورد برنامه‌تون و بزرگداشت 30 سال تشکیل دانشنامه ایرانیکا بگیریم و علاقمندان رو از پیشرفت کارها با خبر بکنیم. با کمال میل در اختیارتون هستم. خیلی سپاسگزارم از لطفتون و با آرزوی صحبت‌های بعدی با شما. شاهرخ مشکین قلم، هنرمند ارزنده ایرانی در پاریس. سپاسگزار، با امید دیدارتون هر چه زودتر. ممنونم، عصرتون بخیر. عصرتون. خب
دوستان، زمانی رسیده که بریم به سراغ دوستی که همیشه در این ساعت به دیدارش میریم و با او صحبت میکنیم. میدونم که بسیار از شما در هفته های گذشته که آقای هادی خورسندی و همراهی پرویز صیاد برنامه رو اجرا کردن روز 20 ژانویه به دیدار او رفتین. حالا آقای هادی خورسندی و پرویز صیاد تور دور آمریکاشون رو شروع کردن و ما هم طبق معمول و قراری که با آقای هادی خورسندی داریم همچنان ایشون رو دنبال میکنیم هر جا که میرن و گیرشون میاریم، برای اینکه این دقایق پرارزش رو از دست ندیم که شنوندگان و طرفداران زیادی داره. آقای خورسندی و پرویز صیاد الان در فنیکس آریزونا هستن برای برنامه که امشب باید اجرا بکنن، ولی باز هم محبت کردند و تلفن ما رو جواب دادن برای اینکه دقایق باشون باشیم. صبح شما در فنیکس آریزونا بخیر آقای هادی خورسندی. صبح بخیر خانم سرشار، به شما و شنوندگان رادیوتون. برای صبح بخیر میگم با یک ساعت تاخیر، ما اینجا یک ساعت جلوتر هستیم، حدود ساعت 10 صبح اینجا، و به هر حال من هم به سهم خودم از شما سپاسگزارم در واقع، برای اینکه این برنامه و این ارتباطی که برقرار میشه برای خود من مقدار زیادی خیلی ارزش داره که صدام رو این موقع صبح به گوش هموطنانم در به هر حال کالیفرنیا یا اونایی که روی اینترنت این برنامه ها رو میگیرن میرسونم و شاد میشم و نیرو میگیرم از اینکه احساس میکنم اونور رادیو جمعی از هموطنان و فارسی زبانان نشستند و به این نکته هایی به هر حال که من دارم گوش میدن. چقدر هم دوستتون دارن، محبت دارن، دل به دل راه داره. این رو هم بگم که ما آخرین اجرای هادی و صمد در این دور جدیدمون 9 مارچ هستش در همون ویلشیر، و این چون آخرین شب هست از این دورمون، امیدوارم که یکی از بهترین اجراهامون رو تقدیم هموطنان عزیزمون در لس آنجلس جونه که از اطراف میان بکنیم. داشتم این هفته گردشی در وستوود میکردم و کتاب فروشی وستوود، یکی از خوشحالی های من این شد که یکی از کتاب های من که خیلی نایاب بود، انشاهای صادق صداقت، دیدم که به هر حال کتاب فروشی ده خدا که قبلا چاپ کرده بود توضیحش کرده، کتاب فروشی پارس اونایی که میخوان داره در کلبه کتاب این انشاءهای صادق صداقت هست، و انقدر من خوشحال شده بودم که در کلبه کتاب با آقای کیخسرو برزی گفتم هر چقدر داری من خودم میخرم. آقا دیگه از این کارا نکنید دیگه. نه میخواستم که تو این برنامه ها و شوها که مردم سراغ کتاب رو میگیرن اون رو عرضه کنم که گفتش که اگر میخوای بیشتر بخری برو به همون کتاب فروشی ده خدا مراجعه کن. حالا بگذاری که منم یکی از انشاءهای صادق صداقت رو که تو این کتاب نیامده چون کتاب 10 سال پیش چاپ شده، آها یکی از انشاءهای تازه شد، بله این مال 2-3 سال پیشه، فواید و مزار بچه را شرح دهید. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بچه این جانب صادق صداقت همیشه در زندگی بچه بوده و عقیده نیز داریم که بچه فواید زیادی برای پدر و مادر دارد، و وقتی آنها پیر و ناتوان می شوند بچه می تواند به آنها تلفن نموده و از وقت نداشتن خود گفته و از گرفتاری خود شرح داده و مواظب خودتون باشید گفته و گوشی را گذاشته و آن پدر و مادر هنوز الو الو گفته و جواب نیامده و قطع می نماید. همانطور که شاعر فرموده به پدر مادرت بزن تلفن، یک سلامی نموده قطعش کن. دیگر فایده دیگر بچه، جنگ جنگ تا پیروزی می باشد، زیرا اگر بچه ها نبودن امام خمینی نمی توانست آنها را روی مین فرستاده و مینهای دشمن را خونسا نماید، و آن امام مجبور بود خودش راه افتاده و روی مین رفته و تکه تکه شده، و حیف نیست بود که امام با آن یک تکه ای تکه تکه گردیده باشد. فایده دیگر بچه کشیش، فایده دیگر بچه کشیش و خاخام و کاردینال و آخوند می باشد،
که آنها فایده بچه را دانسته و هر جا بچه ای را تنها دیده به درگاه خداوند باری تعالی نیایش نموده و به عیسی و موسی و مسیح و محمد و اصغر قاتل درود فرستاده و با آن بچه چند تا نقطه و سپس چند تا نقطه دیگر و چند تا سرفه به طوری که این جانب صادق و صداقت نقطه های من تمام گردیده، همانطور که شاعر فرموده هیزند و بچه بازند این رهبران دینی، باید که تا قیامت کلی نقطه بچینی. فرصت داریم برای بقیه؟ بله. یکی دیگر از فواید بچه دیسنیلند می باشد، زیرا دیسنیلند فواید زیادی داشته. در آنجا میکی موز و دونالد داگ و سایر قهرمانان والت دیزنی به جیب پری مشغول بوده و اسلیپینگ بیوتی یا همون زیبای خفته از خواب بیدار شده و تبدیل به جادوگر شده و پلاستیک های چین و هنگ کنگ و تایوان را به دلار تبدیل نموده و با خیال راحت دوباره میخوابد. فایده دیگری که بچه دارد کوتاژ می باشد که برای بعضی بچه ها لازم بوده، ولی آقای پاپ در واتیکان با کوتاژ مخالف بوده و در شکم و دل و روده زنهای مردم دخالت نموده و این جانب پاپ به این فضولی تا به حال ندیده بوده. همانطور که شاعر فرموده چی فرموده شاعر؟ همین برقش گم شد، یاد باش که شاعر چی فرموده. میگه پاپی که هرگز زن نبوده، هیچ وقت هم آبستن نبوده، زر میزند در پاپ کوتاژ در باب. میگه پاپی که هرگز زن نبوده، هیچ وقت هم آبستن نبوده، زر میزند در باب کوتاژ، زیرا که اهل فن نبوده. این هم پایان انشای صادق صدقه. البته پایانش این کاغذهای من قاطی شد تو اول. پایان کاغذهای شما بود. پایان کاغذهای منه، ولی براتون آرزوهای خوب میکنم. اینجا میگه که صادق صداقت میگه که اینجا صادق صداقت به خاطر احترام دنباله کاغذ را پیدا نموده. آره، این که صادق صداقت کاغذ را پیدا نموده و با همراهی و همکاری خانم هما سرشار خط آخر انشاء را خوانده که به خاطر احترام به حقوق خانم ها این جانب حق کوتاژ را اختیاری نموده و آن را در اختیار زنهای حامله دانسته و کوتاژ کردن آقای پاپ را به مادر ایشان پیشنهاد می فرمایی. روز و روزگار بر شما آقا خوش. آقا نری کارتون دارم. چه عجله دارین که از دست این خانه دوست راحت چین آخه؟ نه من میخوام که نفر بعدی آگهیاتون دیر نشه و خدا نکرده. نه آگهیامون به جای خودشه. شما گفتید 9 مارس برمیگردید به لس آنجلس. بله. همون برنامه رو یک بار دیگه اجرا میکنه در میشه همون برنامه که در واقع اسمش همون برنامه است، آلماش همون برنامه، ولی این برنامه ما خلاصه خانمون سرشاری مقدارم سیاله، یعنی میره بالا میاد پایین. اجراهامون فهمت یک موزیسیانی که در یک قطعه مشخصی یک ساز مشخصی رو می نوازه، ولی بعضی وقتا از اجرای خودش رضایت بیشتری داره و بعضی وقتا زیاد تو حال نیست. ما هر چقدر که این سالن هامون بزرگتر و جمعیت بیشتر باشه، حال و هوای اجراهامون هم یه جوری دیگه میشه. پس میفرمایی که شما بداهه نوازی میکنی؟ یه مقدارش هستش همینطوره، یه مقدارم اونایی که به کشتی دکتر هلاکویی نرسیدند و پر شد میتونن که 9 مارچ بیان و ما سعی میکنیم که یه خود صدای آب اونجا اضافه کنیم برای اونایی که برای اونایی که به کشتی نرسیدن. خیلی خب، پس در تعطیلات 2 مارس رو تو کشتی هستین با آقای دکتر هلاکویی، بعدش میاد لس آنجلس دیگه برای دیدار خداحافظی. مثل فوتبالیستا دیگه، فوتبالیستا میگن چیز آخری مسابقه خداحافظی دارن، شما هم اجرای خداحافظی. دقیقاً تو این فاصله ما 23 فوریه یه اجرا توی اورنج کانتی داریم، 24
که روز اسکار هم هست به درک یک اجتماع توی سان دیگو داریم و من از هموطنمون در اورنج کانتی و سان دیگو و لس آنجلس خواهش میکنم که هر کس توی شهر خودش بره این نمایش رو ببینه که بلیط گیر همه بیاد. بسیار عالی. میتونن به سایت شما مراجعه کنن برای اطلاعات بیشتر. اسخرقا.com اسخرقا.com میتونن به سایت پرویزسیاد.com پرویزسیاد.com بله و میتوننم از تلفن که برای گرفتن بلیط هست 818 800. خب حالا من اون یادم دو تا هفت 878. آه این خوب شد. دو تا هفت 878 با پیش شماره 818 تلفن کنند و برای هر کدام از این روزایی که میخوان بلیط بگیرن. براتون اجرای فوق‌العاده خوبی را آرزو میکنم آقای هادی خورسندی در فنیکس آریزونا. خواهش میکنم. من هم شنبه آینده فکر کنم در شهر سیاتل باشم. یه تیکه قشنگی آماده میکنم برای برنامه شما که این سیلی نقد رو هم داشته باشیم و لذتشو ببریم. اون حلوای نصیحه رو هم سر جاش هست. سر جاش هست. هنوز ما طلبکار اون حلوا هستیم. چه مثالی داریم. سیلی کجا بود خواهد. این ضرب المثل های ما گاهی آدمون توی یک هچلایی میندازه اون وقت دو سه ساعت با دست و پا بزنی یه چیزایی دیگه بگی تا در بیای از یا فردا صبحش تلفن کنی. آره دقیقا مثل اون شب که ما در یک مهمانی من ماهی دوست نداشتم ولی بدجوری اعلام کردم فرداش معذرت خواستم و برایش دفعه دیگه برم اونجا ماهی بخوریم. به امید دیدار به امید دیدار شما در شهر لس آنجلس. سفرتون بخیر. متشکرم آقای هادی خورسندی. بای. همین شنبه ساعت 1 بعد از ظهر خانم فرزانه حریت نام شناخته شده در وام از ویلز فارگو بانک اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار می‌دهد. شنبه ساعت 1 بعد از ظهر با خانم فرزانه حریت. Hello. فرهاد. Hi, it's Sara. Sara. Hi. How are you doing? I'm doing great. Remember that radio station I was telling you about? The one with the great Farsi radio shows? Yeah, we don't have that here in Arizona. I wish we did. Farhad, KIRN is on the internet, 24/7 live streaming. You can hear all the shows right through your laptop. Plus, the site has blogs and lots of other cool stuff. You're kidding. I'm going to check it out right now. What is it? 670amkirn.com. It's just awesome. Now you can hear all the shows I was telling you about. I'm going to bookmark that one. My mom will probably like it too. 670amkirn.com. 670amkirn.com. Everyone in the world can hear your favorite. خانه دوست. رواق منظر چشم من آشیانه توست. کرم نما و فرودا که خانه خانه تو. You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles. خب یاران به ساعت دوم برنامه خانه دوست خوش آمدید. یکی دو برنامه گذشته فرصت نشد که به سراغ دفتر خاطرات بریم. حالا در خدمت شما دوستان بریم و ببینیم که در سال 1984 همین زمانها یعنی اواخر ژانویه اوایل فوریه به همراه گروهی از دوستان از طرف انجمن ایرانیان مقیم ایالات متحده به همت نادر سال رئیس انجمن وسیله سفری پیش آمد و فراهم شد که یک دیدار چند روزه از کشور کوستاریکا و بعد هم به پاناما سفر کردیم و از این سفر که روی همراه 12 روز طول کشید چند جهت قابل توجه و چند نکته قابل توجه بود که در دفتر خاطرات راجبش نوشتم. چون یه کمی طولانیست فقط یه بخشایی که فکر میکنم برای شما دوستان جالب باشه رو براتون میخونم. یک شنبه 29 ژانویه 1984 صبح زود با یک هواپیمای ملخدار کوچک به دیدار جزیره کانتادورا میرویم. این جزیره 60 کیلومتر با پاناما سیتی فاصله دارد و پس از 15 دقیقه پرواز به آنجا می‌رسیم. کنتادورا که شاه فقید 100 روز از دوران بیماری و تبعید خود را در آنجا گذراند،
جزیره است به مساحت 230 هکتار که یک هتل، چند زمین گلف و تنیس و 50 خانه مسکونی دارد. در این جزیره به دیدار گابریل لوئیس، سفیر سابق پاناما در آمریکا می رویم که هنگام اقامت شاه و خانواده سلطنتی خانه ی علاقه خود را در اختیار آنها گذارده بود. آقای لوئیس 20 سال پیش ضمن یک سفر ماهیگیری تصادفاً این جزیره را می‌یابد. آن را به بهای 5000 دلار از دولت پاناما می‌خرد و سپس به تدریج بخشی از آن را به دیگران می‌فروشد. جزیره کونتادورا هم اکنون بین 3 تا 4 میلیون دلار ارزش دارد. ویلا که در بخش شمالی جزیره و روی یک تپه مرتفع ساخته شده است و جزایر دیگر از ایوانان دیده می شوند، یک ساختمان 3 اتاق خوابی بسیار معمولی است. در طبقه دوم جلوی اتاق خواب اصلی بهارخواب بزرگی است که مصاحبه معروف دیوید فراست، روزنامه‌نگار انگلیسی، با شاه در آنجا انجام شده بود. گابریل لوئیس با مهربانی و لطف ما را می پذیرد و آزادمان می گذارد تا درون خانه بگردیم و ضمن گردش می گوید که تزیینات و مبلمان خانه همانهایی است که در مدت اقامت خانواده سلطنتی بوده است. در اتاق خواب اصلی خانه آقای سفیر به صلیبی اشاره می کند که روی دیوار بالای تخت خواب کوبیده شده است و می گوید تنها تغییری که در خانه داده شده این بود که به دستور شاه صلیب را از اتاق خارج کردیم. هنگامی که همگی برای صرف چای در ایوان جمع می شویم، گابریل لوئیس برای ما از خاطرات دوران اقامت شاه و خانواده سلطنتی در این خانه تعریف می کند. از دوستیش با اردشیر زاهدی، از تماس همیلتون جوردن، نماینده رئیس جمهور آمریکا، با عمر توریحوس، رئیس جمهور پاناما. از دعوت سخاوتمندانه توریحوس در جایی که مکزیک از پذیرفتن شاه سر باز زده بود. از این شایعه که دولت پاناما از شاه خواسته بود تا در قبال این پذیرش 500 میلیون دلار در این کشور سرمایه گذاری کند. از بازدید مقدماتی شاهزاده رضا پهلوی و اردشیر زاهدی از کونتادورا برای شناسایی محل و اطمینان از امن بودن آن. از ترس و دلمردگی شاه در دوران اقامت در این جزیره. از اینکه شاه ساعت‌ها به رادیوی موج کوتاه و اخبار گوش می‌داد، از 200 نگهبان مسلح و قایق‌های گشتی که اطراف خانه را محافظت می‌کردند و خاطرات بسیاری دیگر. با گابریل لوئیس مصاحبه مفصلی می‌کنم تا در فرصتی مناسب آن را منتشر کنم. در پایان دیدارمان، آقای سفیر عکسی از خود را در کنار شاه و نامه‌ای که شاه ایران در آخرین روز اقامت خود در این خانه برای او نوشته است را نشان ما می‌دهد. چهره شاه در این عکس بسیار لاغر، رنگ پریده و رنجور است. تاریخ نوشتن نامه یک شنبه است که شاه فقید با استفاده از تعطیلات ادارات پاناما آنجا را ترک می کند تا نقشه صادق قطبزاده مبنی بر واپس گرفتن شاه از دولت پاناما عقیم بماند. نامه دستخط و به انگلیسی است. در دو جا خط خوردگی دارد و زیاد هم خوانا نیست. گابریل لوئیس می گوید آن روز اعلیحضرت تب شدیدی داشتند و شیوه نگارش نامه معلوم است که حال معظم له هیچ خوب نبود. نامه را می‌خوانیم. متن آن چنین است: آقای گ لوئیس، سفیر گرامی، شهبانو و من به سختی می‌توانیم کلماتی پیدا کنیم تا از شما و خانم لوئیس بابت مهمان نوازی بی‌نظیر، بزرگواری و همراهیتان سپاسگزاری نماییم. اندوه من از این است که کشوری ندارم تا شما و خانواده‌تان را به آنجا دعوت کنم و بخشی از محبت‌های شما را جبران کنم. برای شما و خانم لوئیس و همه خانواده‌تان خوشبختی و موفقیت آرزو می‌کنم و امیدوارم کماکان و چون گذشته به خدمات درخشان خود بی میهنتان ادامه دهید. با احترام، میم ر پهلوی. یکی دو تن از همسفران از شنیدن متن نامه آنچنان متأثر می‌شوند که اشک در چشمانشان حلقه می‌زند. خانه گابریل لوئیس را در حالی ترک می‌کنیم که هر یک اندیشه‌ای در سر و احساسی در قلب داریم. از آنجا به خانه ی علاقه مجاور که از آن یکی از صاحبان صنایع پاناما است می‌رویم. در فرصتی از همراهان می‌پرسم آیا این بیماری و تبعید و سرگردانی ارزش آن را داشت که شاه کشور را ترک کند و جبهه را خالی بگذارد؟ مدتی در این باره بحث می‌کنیم. نظرها گوناگون است. برخی بر این باورند که شاه برای جلوگیری از خونریزی کشور را ترک کرد.
بعضی میگویند شاه همواره از رویارویی با لحظات بحرانی خودداری میکرد. بعضی بیماری شاه را مسبب تزلزل فکری او میخوانند. و یکی از خانمها با خشم میگوید به قول آن سردار رومی که به هنگام ترک کشور خود فریاد زد کشور ناسپاس، جسد خود را هم به تو نخواهم داد، شاه نیز نمیبایست این کار را میکرد. بعد از ظهر به پاناما سیتی برمیگردیم و شام را در محیطی دوستانه با مهمانداران میخوریم. دوشنبه 30 ژانویه 1984، کوستاریکا. ساعت 8 شب وارد فرودگاه سنخوزه میشویم. جوان قد بلند و خوشبر و رویی که خود را حسن حراتی معرفی میکند، همراه مرد میان سال سبزرویی که دیرتر میفهمیم وزیر سابق بازرگانی کوستاریکا است، به داخل هواپیما میگویند میآیند و میگویند از طرف علی رضایی ماموریت دارند ما را به هتل ببرند. از در ویژه ما را وارد سالن پذیرایی مهمانان دولتی میکنند. مامورین گمرک چمدان ها را به سرعت در میآورند و به سوی اتومبیل هایی که بیرون منتظر هستند راهنمایی میشویم. خیلی زود متوجه میشویم که همین کارها برای این بود تا حجبر یزدانی که در سالن انتظار ایستاده بود ما را نبیند و نمایش قدرتی که در کوستاریکا بین حجبر یزدانی و علی رضایی جریان دارد به نفع دومی پایان گیرد. شب شام را با علی رضایی و در هتل می‌خوریم و از هر دری سخن می‌گوییم. وی سخت افسرده و غمگین به نظر می‌آید. برای بسیاری از ما از جمله خود من این اولین دیدار با سلطان فولاد ایران و صاحب بانک شهریار ایران قبل از انقلاب است. ولی او خیلی زود با همه ما صمیمی می‌شود و از اینکه چقدر در این مملکت احساس تنهایی می‌کند سخن می‌گوید. عاقبت نمی‌تواند جلوی خود را بگیرد و اشکش سرازیر می‌شود. این واکنش که نشان از افسردگی شدید او دارد همه ما را حیرت زده می‌کند. صحبتمان از سفر به پاناما و جزیره کنتادورا به ادامه بحث می‌کشد. علی رضایی می‌گوید پس از خروج شاه از پاناما به مصر پرواز کردم و از دهان شاه شنیدم که اگر یک روز بیشتر در کنتادورا مانده بود دولت پاناما او را توقیف کرده و تحویل دولت ایران داده بود. روز شنبه 31 ژانویه وزیر سابق کشاورزی کوستاریکا برای ما مهمانی پرپیمانی تهیه دیده است. دیدار با نخست وزیر و وزیر کشاورزی این کشور که یک بانوست و چند تن از دولت مردان این کشور. گویا اقامت حجبر یزدانی و علی رضایی به دهان آنها خوش آمده است و گمان می‌برند که ما نیز چون آنان هستیم. شب در منزل آقای وزیر سابق یک ضیافت شام برقرار است. معلوم می‌شود دختر او که همسر حسن عراتی است، ملکه زیبایی سابق کوستاریکا نیز هست و به همین دلیل بسیار خوش‌هیکل و برازنده می نماید. منزل آقای وزیر پر از عتیقه و دیدنی های عجیب و غریب است و بخشی از خانه یک موزه خصوصی است. چهارشنبه اولی فوریه شبی است که به دیدار حجبر یزدانی می رویم. حجبر یزدانی سه اتومبیل به هتل می فرستد تا ما را به خانه‌اش ببرند. دور تا دور خانه را نگهبانان مسلح محافظت می‌کنند. حجبر در تراس خانه بزرگ خود بالای پله‌های ورودی به پیشواز ما می‌آید. بلوز و شلوار سفیدی بر تن دارد و خیلی زود به همه نشان می‌دهد که یک هفت‌تیر کلت به کمر بسته است. کمی دیرتر چندین نمونه از اسلحه‌های کلکسیون خود را نیز که دست طلا و دست نقره هستند نشانمان می‌دهد. دیوار تا دیوار اتاق پذیرایی را قالی‌های خوشنقش ایرانی پوشانده است. علی رضایی همانجاست. همچنین گلوریا روحانی خواننده آهنگ‌های محلی شیرازی و همسرش که گویا از دوستان و نزدیکان حجبر یزدانی هستند و یک افسر سابق ارتش ایران و همسرش که از ایران فرار کردند و به حجبر پناهنده شدند. خانم در خانه آشپزی می‌کند و افسر حالت شیفتگی خاصی نسبت به حجبر یزدانی دارد و مرتب از مردانگی او و اینکه جان آنان را خریده است حرف می‌زند. حسن نوکر مخصوص حجبر که همشری ارباب و سنگسری است با سرسپردگی آقا را دنبال می کند. همیشه پشت سر او ایستاده است، به اشاره حجبر حاضر به خدمت می شود و وی را آقا جان صدا می زند. حجبر شهر می دهد که حسن تمام جواهرات و به ویژه نگین بریلیان معروف چند میلیونی او را برایش از ایران خارج کرده است. خود حسن تعریف می کند چگونه هنگامی که پاسداران به خانه اربابش حمله کردند آنها را فریب داد
و بنای بددهنی به حجاب را گذاشت و گفت اگر او را پیدا کنم خودم با همین دستهایم خفش میکنم. و با همین شگرد موفق شد که از بازرسی خانه او جلوگیری کند و در فرصت مناسب محتویات گاوصندوق آقا را پای پیاده از مملکت خارج سازد. حجاب یزدانی برای حسن یک زن کوستاریکایی گرفته که او هم جزو افواج جمعی خانه است. حسن زبان اسپانیولی بلد نیست و میگوید با زنش که تنها میماند با ایما و اشاره با یکدیگر حرف میزنند. حالا نوبت حجاب یزدانی است که به ماجرای فرار خود از ایران بپردازد. اینکه چگونه او و تیمسار محرری رئیس زندان قصر در جریان باز شدن زندان‌ها از سوی مردم از آنجا گریختند و حالا هر دو در کوستاریکا هستند. اصرار دارد به ما بفهماند که همیشه شاه را به چشم یک ارباب نگاه می‌کرده و خود را مقید به فرمانبرداری از او می‌دانسته است. بعد سری تکان می‌دهد، به علی رضایی نگاه می‌کند و می‌گوید ولی ارباب در پایان حکومت خود من و ایشان و بسیاری دیگر را قربانی کرد. از او می‌پرسم چرا خاطرات خود را نمی‌نویسید. به شوخی می‌گوید من یک چوپان سنگسری هستم و سواد نوشتن ندارم. شوخی را نشنیده می‌گیرم و می‌گویم اگر حوصله نوشتن ندارید روی نوار ضبط کنید، من برایتان ویرایش می‌کنم. زندگی شما بخش مهمی از تاریخ ایران است. دوری ها و دلگیری ها با دکتر صدرالدین الهی. روز 15 بهمن 1327 که روز جشن تأسیس دانشگاه تهران بود، محمد رضا شاه پهلوی در محوطه دانشگاه مورد سوء قصد قرار گرفت و جان سالم به در برد. از این اتفاق چند روایت را به چند گونه برای شما بازگو می کنم. اول روایت ما: صبح روز شنبه دستکش های پشمی به دو دست و بخار نفس در هوا و کتاب های مدرسه زیر بغل به سوی دبیرستان بدر به راه افتادیم. سال اول دبیرستان بودیم و دبیرستان در انتهای شرقی کوچه نسبتاً پهن و کوتاه اما گلالود نصیر الدوله واقع بود. وارد حیات دبیرستان که چند پله پایین تر از کف کوچه بود شدیم. هنوز به قول شاگردها زنگ نخورده بود، اما پنداشتی که زنگی از بهت و زنگاری از حیرت به همه جا پاشیدند. شاگردهای کلاس‌های بالاتر که بیشتر از ما سرشان می شد با هم پچ می کردند. آن مدرسه متوسطه 5 کلاسه بود و شاگردان سال پنجم در نظر ما فقط یک قدم از دبیران عقب بودند. مشهدی برجلی سرفراش بدعخم و عبوس مدرسه با چکشی که به پتک می مانست پاره آهنگ زنگ خورده ای را که زنگ مدرسه بود به صدا در آورد و در آن هوای سرد صبحگاهی کلاس ها به خط شدند. آقای ناظم طبق معمول ظاهر شد و صدا در سینه ها حبس بود. قرآن صبحگاهی را همین اکبر گلپایگاری خواند و بعد نیایش روزانه را انجام دادیم. و ناگهان در میان بهت همه آقای ملک اسماعیلی رئیس دبیرستان از پله های دفتر پایین آمد و رفت روی ایوان دراز مدرسه در جایی که همه ما می دیدمش ایستاد و با صدای بم گرفته ای گفت: دیروز اعلی حضرت همایونی در دانشگاه تهران مورد سوء قصد فرد خائنی قرار گرفتند و به حمد الله به ایشان آسیبی نرسیده است. همه شما باید بدانید که اعلی حضرت پدر روحانی همه ما هستند و به این جهت باید برای سلامت ایشان و سپاسگزاری از عنایات خداوند همه با هم دعا کنیم. بعد متن کوتاهی را که به نیایش صبحگاهی شباهت داشت و پیدا بود آقای رئیس از روی آن ناشیانه و با عجله تقلید کرده است خواند: ما همه مثل گوسفندان ایستاده در آغل
آمینی شبیه بعبع سر دادیم و روانه کلاس ها شدیم. دوم، روایت رسمی. ساعت 3 بعد از ظهر روز جمعه 15 بهمن بر طبق معمول سنواتی دانشگاه جشن با حضور اعلی حضرت همایونی باید انعقاد می‌یافت، ولی همین که اعلی حضرت وارد محوطه داخل دانشکده حقوق شدند، شخصی که خود را به صورت مخبرین عکاس جراید ساخته بود، در حالی که دوربین عکاسی در دست داشت، از فاصله نزدیکی چند تیر به طرف اعلی حضرت همایونی شلیک نمود که 3 تیر آن به کلاه و 1 تیر به لب و گونه راست و تیر پنجمی به کتف چپ اعلی حضرت همایونی اصابت نمود. در این موقع آقای سرتیب صفاری رئیس شهربانی تیری به پای سوخ از گرنده زدند و بلافاصله چند تیر از طرف مأمورین گارد احترام ضارب را از پا درفکند و سخت مجروح ساخت. اعلی حضرت همایونی با دستمال صورت خود را که خون از لب جاری بود پوشانیده به مریض خانه یوسف آباد عزیمت و پس از پانسمان لب و کت که مختصر خراشی برداشته بود به قصر سعدآباد مراجعت نمودند. پس از جستجو و تحقیق از هویت سوء قصد کننده معلوم گردید به وسیله کارت خبرنگاری روزنامه پرچم اسلام و محوطه دانشگاه وارد شده و نامش ناصر فخرآرایی است و در بیمارستان بر اثر جراحات سختی که به مشارون اله وارد شده بود جان سپرد. جمعیت مدعوین که در تالار دانشکده حضور یافته بودند پس از چند لحظه از واقعه سوء قصد مطلع و پریشان گردیدند و جشن دانشگاه بدین صورت خاتمه یافت. بلافاصله حکومت نظامی در تهران مستقر شد و مأمورین انتظامی به جستجو و دستگیری یاران فخرآرایی پرداختند. سالنامه پارس، گزارش یک ساله کشور، صفحه 66. سوم، روایت لاتی. عصر همون روز سر میدان سرچشمه جلو بساط روزنامه فروش ها ایستاده بودیم. فریاد روزنامه فروش بلند بود: اطلاعات، کیهان، تیراندازی به شاه، فوق‌العاده، فوق‌العاده. با بچه ها به روزنامه هایی که مثل پروانه پرواز می کردند و به دست مشتاق مشتری ها می رسیدند نگاه می کردیم و یک مرتبه 2 از بچه ها به من به عکس ضارب خیره شدیم و یکی گفت: زکی، این که ناصر فنره. راست میگفت. ضارب ناصر فخرآرایی را ما به نام ناصر فنر میشناختیم. از لاتهای خیابان شهباز و خرابات بود. کارش این بود که در زمینهای محصور و خرابهای اطرافان هر روز در جایی بساطی پهن میکرد و به قول خودش مشق تیراندازی میداد. 3 تفنگ بادی داشت که به یکی از آنها به جای فشنگ سوزنهایی میخورد که ته آنها پر رنگی داشت، چیزی شبیه دارت ها که در پاپ های انگلیس با دست به هدف پرتاب می کنند. منتها فشنگ های سوزنی ناصر خیلی ریزتر از دارت بود. ناصر با خود یک سپایه می آورد که کاغذ هدف روی ها جا می شد. بعد از بچه ها هر تیری 10 شاهی و هر 3 تیر 1 قران می گرفت، تفنگ بادی کمرشکن را با فشنگ سوزنی پر می کرد و با دست بانها می داد و داد می زد: شکاف درجه، مگسک، ماشه. و ما ماشه را میچکندیم و به اعتبار اینکه چقدر مهارت داشتیم تیر پردار در یکی از دوایر مینشست. ناصر میرفت تیر را در میآورد و تفنگ را برای مشتری بعدی آماده میکرد. یکی از سرگرمی های ما وقتی به خاله خاله ها که در خیابان شهباز مینشستند میرفتیم این بود که بگردیم ناصر را پیدا کنیم، 10 شاهی ها و 1 قرانی ها را تحویلش بدهیم و برگردیم. اهل محل ملامتش می کردند که لات است و تیغ زن و عرق خور و خانم باز. لات بودن بعد از برافتادن سنت لوتیگری جانشین محلی این سنت بود. به ما گفته می شد که لوتی ها حافظ آبرو و ناموس محل بودند و لات ها اصلا این چیزها سرشان نمی شود و دنبال زن و بچه اهل محل می افتند. از مست کردن لوتی ها و قداره در خاک فرو بردن و به موی سبیل قسم خوردن آنها حکایت ها نقل می شد.
و لاتها را به سبب اینکه در نیم بابی های عرق فروشان اونقدر عرق می خوردند که سیاه مست و پاتیل در جوی آب می افتادند و کالباس و خیارشور بالا می آوردند ملامت می کردند. ناصر فنر در هر حال یک لات بود. در اصطلاح به او امثالش لاتی هم می گفتند. اما او که همیشه سر و وضع مرتبی داشت و موهایش را بریانتین می زد که حلقه‌هایش بهتر بده جلوه کند و بدرخشد، هنری داشت. آن هدفگیری درست بود. وقتی از دست ما بچه ها خسته می شد، در حضور ما با بزرگترها شرط بندی می کرد و 10-1 یعنی 1 تومان به 10 تومان و این دفعه با تفنگ ساچمهی بادیش با حریف مسابقه می داد. یک بار ما خود شاهد بودیم که ناصر با علی جاندار که خیلی به تیراندازی با برنو مینازی شرط بست 1 قران به 5 قران و قرار شد هر کدام 5 تیر به نوبت خالی کنند. ناصر این دفعه کاغذی بیرون کشید که طرح یک نیمتنه انسانی بود که وسط سرش دوایر هدف را کشیده بودند. وقتی ناصر هر 5 ساچمه را در دایره تنگ میانی جا داد و علی جاندار فقط 3 ساچمه را در دوایر نشان، ناصر با لحن لاتی گفت: علی آقا برو گردوازی، تیراندازی هنره. ندیده بودیم ولی شنیده بودیم که ناصر بعضی شبها بزرگترها را در خرابه جمع می کند و نه با تفنگ بادی که با 7 تیر راست راستگی نمایش می دهد و پولی می گیرد. می گفتند که این پسر ایلات آتش سیگاری را که روی سنگ گذاشته بودند با 7 تیر در تاریکی می زند و حتی 1 تیرش به خطا نمی رود. روایت محمد ساعد 15 بهمن 1327 بود. در محوطه دانشگاه به جان اعلی حضرت سوء قصد شد. من نخست وزیر بودم و در اون روز به علت ذات‌الریه شدید در خانه بستری بودم. حتی خبر سوء قصد را در آغاز من ندادند. چند ساعت بعد از آن من از جریان واقعه آگاه شدم. همون شب مرحوم رزمارا که در اون موقع رئیس ستاد بود به خانه من آمد و گفت سوء قصد کننده از عمال آیت الله کاشانی بوده است و یکی از طرفداران آیت الله کاشانی به او به عنوان مخبر عکاس کارت داده بود. مضارب با کارت خبرنگاری روزنامه پرچم ایران. ساعد نام روزنامه را به اشتباه پرچم ایران ذکر کرد. وارد دانشگاه شده و در نتیجه کاشانی برای ما مشکوک شده. او را گرفته ایم و می خواهیم محاکمه کنیم. من محاکمه کاشانی را صلاح ندیدم و بهتر دیدم که او را تبعید کنیم. عراقی ها هر چه کردیم ویزا ندادند. به زحمت زیاد از سفارت لبنان برای بیروت ویزا گرفتیم و او را به لبنان تبعید کردیم. حتی من دستور دادم 500 لیره چک مسافرتی برای مخارجش داده شود. رزمارا همچنان به من گفت که من سید ضیاء و قوام السلطنه را هم اجباراً توقیف کردم چون به نظر می رسد که آنها هم در ماجرا دست داشتند. بر از ما را گفتم توقیف سید ضیاء و قباب السلطنه به نفع ما نیست چون من 30 سال بود که سید ضیاء را می شاختم، قباب السلطنه را هم همینطور. با همه اختلاف نظری که با او حتی در کابینش که وزیر خارجهش بودم داشتم، به این جهت وقتی رزما را رفت به حضور اعلی حضرت تلفن کردم و استدعا کردم که سید ضیاء و قباب را آزاد کنند. شاهنشاه فرمودند با مسئولیت خودتان این کار را بکنید. اون وقت به سید ضیاءالدین و قوام السلطنه آدم فرستادم و گفتم بروید فوراً دفتر اعلی حضرت معینی را امضا کنید. به اعلی حضرت هم تلفن کردم، گفتم وقتی آمدند شرفیاب می شوند، از اونها استمالت فرمایید و اونها محبت کنید. قوام السلطنه رفته بود دفتر را امضا کرده و رفته بود. اما سید ضیاءالدین وقتی امضا کرده و میخواست برود سید رسیده بودند، او را به حضور برده بودند. سید ضیاءالدین شرفیاب شد. اعلی حضرت همایونی از اون وقت به ایشان لطف پیدا کردند و سید ضیاء هفته 1 مرتبه شرفیاب میشود. روایت سید ضیاءالدین طباطبایی. سید ضیاءالدین روزی در جواب این سوال من که آقا چطور شد شما با اعلی حضرت این اندازه نزدیک و محرم شدید، جواب داد این نزدیکی را من مرهون آقای ساعد الوزاره هستم.
دوستی بنده با ایشان به 40 سال قبل برمیگردد. وقتی که به عنوان نماینده مخصوص دولت ایران به قفقاز رفته بودم و هیئت ایران را سرپرستی میکردم. آقای ساعد در اون وقت کنسول در بادکوبه بود و ما را راهنمایی میکرد. بعد از آن روابط دوستی ما باقی ماند. بنده به تبعید رفتم و برگشتم و آقای ساعد جزء رجال تراز اول وزارت خارجه ایران شده بود. در مراجعت از فلسطین و جار و جنجال های سیاسی آن روز که من هم خواناها در رأس یک جریان بودم، اعلی حضرت کلن نسبت به من نظر خوشی نداشتند. حتی تصور می کردن که من در توطئه کودتای علیه ایشان هستم. این جریان ادامه داشت و بنده اصلا با اعلی حضرت کاری نداشتم تا اینکه واقعی 15 بهمن اتفاق افتاد. به شاه سوء قصد شد و بلافاصله رئیس ستاد رزمارا دستور داد که به خانه من بریزند و دستگیرم کنند. من که به این مسائل عادت داشتم جلو پلاسم را جمع کردم و رواله زندان شدم. اما آخرهای شب آمدند و مرا با احترام آزاد کردند. وقتی به خانه رسیدم آقای ساعد به من تلفن کرد که بهتر است فردا خدمت اعلی حضرت برسید، عیادتی از ایشان بکنید و دفتر مخصوص را امضا کنید. من روز بعد این کار را کردم و برای اولین بار با اعلی حضرت سینه به سینه روبرو شدم. به این طور که ایشان در تخت خوابی استراحت می کردن و سر و صورتشان باند پیچی شده بود. من جلو رفتم و گفتم اعلی حضرت اجازه بدهید به سنت عربها با هم آشتی کنیم. و در حالی که اعلی حضرت متعجب بود کتفهای ایشان را بوسیدم و اضافه کردم عرب وقتی میخواهند دشمنی و اختلاف خود را کنار بگذارند، شانهای یک دیگر را میبوسند و دوست میشوند. حالا من هم آمدم اینجا که از امروز دوست اعلی حضرت باشد. به این طریق بود که بنده مورد مرحمت و عنایت اعلی حضرت قرار گرفتم و ایشان باور کردند که قصد سوی در من نیست. چند نکته در خور تأمل. تقریبا تمام کسانی که ماجرا را حکایت کردند از نقش سوال برانگیز سپهبد حاج علی رزمارا رئیس ستاد ارتش در این ماجرا سخن به میان آوردند و همگان از شاه تا ابتهاج به مشکوک بودن ماجرا اشاره کردند و نام رزمارا اگر نه به تصریح در خلال سطور حضور دارد. حقیقت آن است که رزمارا یکی از درس خوانده ترین و شاید درس خوانده ترین افسر آن روز ارتش ایران بود. در جایی خواندم که رضا شاه بعد از دیدن رزمارا گفته بود کاش در ارتش من 5 افسر دیگر مثل او وجود داشت. سعی در تمام کردن کار زارب در حالی که شاه و اطرافیان نزدیکش اصرار به زنده ماندن او داشتند و سرتیف صفاری نیز برابر اصل درست دستگیری فقط تیری به پای او زده بوده است، دلیل دیگری است بر این که اگر زارب موفق نشد باید زبانش بسته بماند. و حتی اگر سوء زن را قوی تر بگیریم در هر دو صورت توفیقی یا شکست عامل اجرا باید که زنده نمی ماند. با مشخصاتی از ناصر فخرآیی ناصر فنر دادیم، عدم اصابت گلوله ها آن هم از فاصله نزدیک در حالی که هدفگیری های زارب کاملا درست بوده، 3 گلوله به قصد سر، 1 گلوله به قصد صورت و 1 به قصد قلب، این سوال را به ذهن می آورد که آیا واقعا همونطور که شاه نوشته عنایت خداوندی شامل حال او بوده یا دلیل دیگری در این میان وجود داشته است؟ جواب این سوال را آسان می توان داد. گزارش های روز و پزشکی قانونی حکایت آن دارد که زارب هنگام تیراندازی تحت تأثیر الکل بوده است. در گزارش های آن سالها آمده که زارب را هنگامی که با آمبولانس به بیمارستان بردن بر اثر شدت ضربات وارده به جمجمهش جان سپرده و به گفته شاهدان عینی تا هنگام حمله به داخل آمبولانس زنده بوده است. گزارش های همون روز و روزنامه ها و مجلات حکایت از این دارد که زارب پس از انتقال به داخل آمبولانس بر اثر ضربات و جراحات وارده استفراغ کرده و کالباس و خیارشور که در عرف مزه عرق بوده است بالا آورده است. بلافاصله بعد از
15 بهمن 27 که موضوع تغییر قانون اساسی برای افزایش اختیارات شاه جامعه عمل به خود می پوشد و نیز ایران اندک اندک به جناح ضد روسیه جهانان روز که تازه جنگ سرد را آغاز کرده است می پیوندد و در راهی قدم می گذارد که پیش از آن ترکیه، سوریه، عراق و مصر با غیر قانونی کردن احزاب کمونیست خود قدم نهاده بودند. شعری که شاه را سخت به خنده انداخت. پس از تیراندازی به شاه طبق معمول مجالس دعا برای سلامت او در سراسر مملکت تشکیل شد و هم به مناسبت سلامت پادشاه جشن‌های فراوانی برپا گردید که در آن شاعران روز در این باره شعرها سرودند و شاه را ثنا گفت و ضارب را لعن کردند. از جمله مصرایی که عنوان کلی این یادداشت قرار دادیم مطلع شعری است که محمد دیهیم استاد فارسی دانشکده افسری درباره شاه و اتفاق دانشگاه سرود و مدت‌ها ورد زبان بود. آه از واقعه دانشگاه، آه از اون واقعه، آه. اما از این شعر جالبتر دو بیتی بود که گویا یک درجه دار ارتش از روی کمال خلوص و اعتقاد خطاب به ضارب پدرسگ سروده بود که یکی از نزدیکان پادشاه در گذشته ایران حکایت می‌کرد. وقتی آن را برای شاه خواند و او با آن طبع طنز پسندش مدتی خندید و خواست که دوباره برایش بخواند و آن دو بیتی به نقل از حافظه این است: روز آدینه 15 بهمنگ خائنی زد به روی شاه تفنگ، آن پدر سگ مگر نمی دانست نرود می خواهنین بر سنگ. خب دوستان، با سپاس از دکتر صدرالدین الهی و خاطرات جالبی که با تحت عنوان دوری ها و دلگیری ها دارن، بازم یادآوری میکنم که دکتر الهی روز 17 فوریه، یک شنبه 17 فوریه، ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن این مجموعه خاطراتشون رو که تحت عنوان دوری ها و دلگیری ها به صورت کتاب منتشر شده توسط شرکت کتاب برای علاقمندانشون امضا میکنن. باز هم در این زمینه با شما صحبت میکنم و اطلاعات مفصلتر رو میدم، ولی خب این اطلاعات اولیه رو فعلا داشته باشید. 17 فوریه 4 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن امضای کتاب دکتر صدرالدین الهی. یک هنرمند، یک اثر. یاران، به دیدار یک هنرمند قدیمی بسیار ارزنده میریم که نامش و صداش برای همه ما بسیار خاطر انگیز است. منظورم آقای سلیمان واثقی است، خواننده‌ای که سالها به نام سولی شهرت داشت و دهه های 40-50 کسانی که در دهه های 40-50-60 به سر میبرند دوران جوانی و نوجوانیشون رو با صدای او گذراندند و پر از خاطره. 40 سال بیش رفت که من لاف میزنم که از چاکران پیر مقان کمترین منم. هرگز به یون و عاطفت دیر می فروش ساغر توهی نشد زمه صاف و گوشنم. در شهر من به دوب کشی زن برمبر کارود گشت جامعه بدی پاک دامنم. Thank you.
ترانه رو که شنیدید یکی از ترانه های آلبوم آب بود که هنرمند گرامی آقای سولی این رو با تنظیم آقای کامران خاشه در تورنتو ضبط کرده بودند و یکی از کارهایی است که ایشون ظرف این دو دهه‌ای که از ایران خارج از ایران زندگی میکنند در تورنتو کانادا جمع‌آوری کردند، گردآوری کردند، تولید کردند که باز هم در فرصت بعدی ترانه دیگری از آلبوم بعدیشون رو میزنیم. ولی الان بریم سراغ خود آقای سلیمان واثقی، آقای سولی، و ببینیم که این روزها که کمتر میخوانند و کمتر میبینیمشون و خیلی گزیده و در صحنه های بسیار ویژه چه میکنند و در شهر فرشتگان که مهمان ما هستند برای چه برنامه هستند. آقای سلیمان واثقی، آقای سولی، صبح شما بخیر. صبحتون بخیر خانم. سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام هموطنان و همزبانان عزیزم. سلام بر شما و به شهر فرشتگان خوش آمدید. من صدای شما کم دارم. بله، اینجوری که صحبت بکنم امیدوارم که صدای من بهتر به شما بیاد. عرض میکردم که به شهر فرشتگان خوش آمدید و خیلی خوشحالیم که شما رو در کنار خودمون داریم آقای سولی. دوست داریم، بسیار متشکرم. هم با خاطرات زیبای گذشته، با آهنگ‌هایی که همه ما با اون لحظات خوش و ناخوش زندگیمون رو گذروندیم، بیشترش خوش، و خاطراتی که از برنامه های میخک نقره‌ای و برنامه های مختلف تلویزیونی داشتیم از آهنگ های شما، و الان که به کلی وارد هیته دیگری شدید و اشعاری رو و آهنگ های رو میخونید که در واقع میشه گفت تولد دیگر سولی است، درسته؟ امیدوارم اینطور باشه. من ادعایی در این مورد نمی کنم، ولی به هر حال فرمایشتون درسته. من نگاه دیگه ای پیدا کردم به استفاده از اشعار و موسیقی. شاید قبلا ترانه هایی که میخوندید و یا آهنگار رو دیگران برای شما درست میکردن، ولی الان گویا آهنگار همه رو خودتون میسازید و روی اشعار شعرهای متقدم مثل حافظ و مولانا میرید و همینطور کارهای فوق‌العاده زیبایی که با اشعار سهراب سپهری کردین. بله بله. البته من در همون دوران هم خب آهنگسازی میکردم و هم برای خودم هم به دوستان دیگه هم آهنگ بیاد دادم. خانم گوگوش رو من آهنگ دادم بهشون، برای ابی، برای خیلی از دوستان من اون موقع آهنگ ساختم. ولی بعد از انقلاب که فرصت بیشتری بود که به قول معروف به مطالعه بیشتری بپردازیم و کمتر دیگه برنامه این طرف اون طرف بود یا ضبط تلویزیونی و غیر ذلک، این بود که من به هر حال تونستم راهی پیدا بکنم که بتونم با کلمات و اشعار بیشتر نزدیک بشم و به خصوص استفاده از شعر نو که خب شما چند تا شعر از روی شعرهای سهراب سپهری هست در شعرتون هست. بله بله. و به هر حال نگاهی است که من فکر کنم که هر کسی که در کار هنری هست لازمه که گاهی داشته باشه که بیشتر به خودش فکر کنه و بیشتر به اینکه کاری بکنه که شاید تازگی میگن قابل توجهی توش در بیاد. آقای سولی، شما قبل از اینکه مقیم تورنتو باشین در چند سال اخیر، چند سالی هم بعد از اینکه از ایران خارج شدی در ایتالیا بودین، درسته؟ مدتی هم در ایتالیا زندگی کردین. برای چند ماه اونجا بودین. چند ماه اونجا بودین. ها. و در خدمت کامران خاشه بودیم و اون آلبوم آب رو ما در حقیقت در فلورانس ایتالیا ضبط کرد. درسته که بعد من اومدم به لس آنجلس، اینجا اون کار رو در 22 سال پیش منتشر کردم و بعد به تورنتو رفتم. به تورنتو رفتین و اونجا الان نوار دیگری یا سیدی دیگری از مجموعه کاراتون که منتشر شده بازم کار مجموعه کارهای خودتونه به نام چرخ، درسته؟ بله، بسم در حقیقت اسمون آلبوم هست رنگین کمان. بله. که خب آهنگ چرخ هم توشه که باز روی شعر مولانا. بله. این اون کار رو هم رنگین کمان رو هم در حقیقت ما با همکاری دوست هنرمند دیگری آقای جمشید باستانی در واشنگتن و تورنتو ضبط کردیم و کنسرتی هم در سال 1998 در واشنگتن از اون کار انجام دادیم که اونم برای خودش ویژگی هایی داشت، ولی انتشار عمومی این کار رو تقریبا انجام نشده، برای اینکه من خودم فقط به دوروبری های خودم رو تو تورنتو به یه دی نوستم عرض بکنم.
خب خیلی حیفه، برای اینکه کار فوق‌العاده زیباییست و معلومه که چقدر دلنشینه بیشتر از همه، به دلیل این که معلومه که از دل بلند میشه. یعنی در حال هوایی الان هستین آقای سولی که حال هواتون رو با ترانه ها و موسیقی که ضبط کردین روی سیدیا به شنوندتون نقل میکنید. به این حال هوا یا به این جهانی که پا گذاشتی، جهان عرفانی الان در واقع میشه گفت، و یا بخشی درویشی، از کی علاقمند شدید؟ آیا همیشه این گونه فکر میکردید یا این یک دگردیسی در افکار شما؟ بله، البته من تو خانواده عرفانی به دنیا آمدم. بله، پدر من یکی از درویش خیلی برجسته بوده، ولی خب این میل که خب در من بوده، حتی به زمان قبل از انقلاب هم که برگردیم تا اونجایی که به خود من مربوط می شده و مثلا آهنگاری که خودم ساختم، اون موقع مثلا روی حافظ من خیلی کار کردم. ای یار نسیم، ای باد نسیم یار داری، مثلا این یکی از اونا بوده. دیدی ای دل که غم یار دگر بار چه کرد، باز یه کاری بوده که اون موقع خودم کردم. ولی خب بعد از انقلاب واقعا میتونم به شما بگم که درونی من هم یه منقلبی بودم. و چون فرصت بیشتر به موسیقی پرداختن و بیشتر به شعر و ادبیات پرداختن داشتم، بیشترم به این حال و هوا نزدیکتر شدم و به هر حال به جمع درویشانم پیوستم و در فستیوالای عرفانی مختلفی هم شرکت کردم و هم چیز یاد گرفتم هم تونستم چیزی رو ارائه کنم. آخرینش فکر میکنم روز 9 فوریه است در دانشگاه USC. همینطور. در یک با گروه لیان هستید. بله، من الان چند سالی که با گروه لیان افتخار همکاری دارم و این آخرین برنامه است برای امسال. الان که بعد از تورای دیگه ای داریم که ادامه خواهیم داد، این برنامه روز 9 فوریه در ساعت 7:30 شب در باورد اودیتوریوم در دانشگاه USC اجرا میشه که البته مجموعه سخنرانی و موسیقی عرفانیست. بله. که اسم این برنامه هست Vision and Voices. آها. دوستانم چون بلیتش مجانیه، فقط باید از طریق کامپیوتر دوستان این بلیت رو رزرو بکنن. اینم بعد نیست که اینو اعلام کنیم. بله بله، ورود، یعنی این ورودش رایگانه برای کسانی که علاقه مندن. بله، برای به این برنامه ببرن، ولی باید یک RSVP بکنن، یعنی یه پاسخی بدن یا اسامیشون رو از طریق آنلاین یا اینترنت. موقعی که به سایت دانشگاه USC مراجعه بکنید، تو بخش ایونت هاش اگه برین میتونید که اون RSVP بکنید. و بوارد اودیتوریوم یکی از اودیتوریوم های زیبای و از نظر تکنیکی و فنی خوب شهر لس آنجلس هست و فکر میکنم حتما باید در انتظار دیدار یک برنامه استثنایی باشیم آقای سولی. امیدوارم که اینطور باشه. و یه سایت دیگه هم که دوستان میتونن مراجعه بکنن، میتونن برن به leonrecord.com. آها. لیان با LIAN. بله. ریکورد آخرش هم S داره. .com. بعد برن تو ایونت. بله. وقت تمام مشخصات این برنامه هست. شماره تلفن گروه لیان رو هم من میتونم بدم. بله حتما محبت کنید برای کسانی که علاقه مندن. بله، میتونن اونجا اینفورمیشن بیشتری بگیرن. 310 بله 477 86 17. بسیار عالی. آقای رسولی، این برنامه‌ای که با گروه لیان در دانشگاه USA اجرا میکنید، فقط شما هستید یا گروه های دیگه هم هستن؟ یعنی از نظر موسیقی؟ بله، فقط ما هست. فقط شما هستید. بله. و به زبان فارسی میخونید؟ به زبان فارسی. بله. همین اشعاری رو که یا آهنگ هایی رو که قبلا با گروه لیان شاهد بودیم یکی دوباری که بلاسازی اومده بودیم. تقریبا یه تلفیقی. یه تلفیقی از کارهایی که قبلا ما اجرا کردیم، یک پارت از قسمت از اون برنامه که ما به عنوان صوفی میوزیک قبلا اجرا کردیم. بله. و در ادامه اون دوباره یک کار تازه رو میخونیم از مولانا که به اسم لامکان، که میگه چه تدبیر ای مسلمانان که من خدا نمیدانم، نه ترسا نه یهودیم نه گبرم نه مسلمانم. بله، که از اشعار زیبای مولاناست. بله. و خب کارتون، همکاریتون با گروه لیان یکی از ترکیب ها و تلفیق های فوق العاده زیباست، برای اینکه گروه لیان که
برای همه ما که در شهر لس‌آنجلس هستیم و برای همه ایرانی ها کارشون آشناست، کاریست که واقعا احترام به موسیقی میزنن، موسیقی سنتی رو با تمام ظرافتش قشنگ اجرا میکنن و آقای هومان پورمهدی و خانم پیرایه پورافر که سالهاست با کوشش فراوان این گروه رو نگه داشتن، هر بار که برنامه روی صحنه میبرن فوق‌العاده است و اضافه شدن و یا پیوستن شما به گروه لیان هم یکی از محاسن بزرگی است که این روزها و این سالهای اخیر اتفاق افتاده و فرصت این رو به ما داده، به ما اهالی لس‌آنجلس، که چند باری شما رو با اونها روی صحنه ببینیم. و باز هم فرصتی دیگری است فوریه، 9 فوریه، یک شنبه دیگه ساعت 7:30 بعد از ظهر که به بوارد آدیتوریوم دانشگاه USC دوستان بیان و شما رو در یک اجرای تازه دیگه ببینن. آقای سولی، میخوندم روی یکی از مصاحبه که با شما انجام دادن که شما دو پسر برومند هم دارین که صدا از شما برس بردن، درسته؟ یک پسر و یه دختر. یه پسر و یه دختر. خب هر دو میخونن؟ هر دو میخونن، هر دو تو کار موسیقی هستن، ولی دخترم فوق‌العاده زیبا میخونه و پسرم هم بیشتر در کار موسیقی رپ هست در تورنتو و خیلی هم مشهور شده اونجا و کاراشو در رادیوهای محلی اونجا در تورنتو پخش. دخترتون هم موسیقی غیر ایرانی میخونه؟ ولی خب الان دنبال کار، یعنی کار میکنه، الان هم در کشور کوستاریکا هستش، اونجا کار میکنه. چه جالب. پس در واقع صدای خوش در خانواده شما ارسیست دیگه. همینطوری که خیلی خوب. من خودم صدامو از پدرم بود. بله، فرمودی که ایشون هم ایشون جزء گروه های قوالی هم بودن؟ قوالی نبودن. ولی شما یه علاقه خاصی و یه توجه به موسیقی قوالی دارید، اینو دوست دارید؟ خب برای اینکه موسیقی قوالی همونجوری که میدونید یه موسیقی گم شده است. یعنی زمانی که اسلام یواش یواش نوز میگیره در ایران، این موسیقی چون حرام میشه، موسیقی این موسیقی یواش یواش از بین مردم میره به کنج خرابات و خانقاها و در جای خاص و خلوت به اجرا در میاد. و موسیقی بوده که خب در زمان ناصر خسرو مقداری از این موسیقی و چند تا ساز ایرانی از ایران میرن در زمان آمدن اسلام، میرن به شمال هند و مثلا ساز هارمونیوم که الان بیشتر در کارهای قوالی استفاده میشه، سازی که بهش میگن ارغنون و ساز ایرانیه که میده در هند، اونجا بیشتر پروموت میشه و تقویت میشه این ساز. خب خدا شکر که هرچند در دورانی موسیقی رو واقعا جلوش میگرفتن و یا مثل امروز همین چنین هستی مقدار محدودیت براش میذارن، ولی ایرانی ها همچنان این هنر رو حفظ میکنن به هر صورتی که میشه و به هر شکلی که میشه و برای تاریخ هنر ایران نگرش میدارن. در هر حال چقدر خوشحال شدم از اینکه این فرصت رو دادید که با شما گفتگوی کوتاهی داشته باشم. خواننده‌ای که با دو آهنگ معروف حمیدی فیل و درآمدیز خونه برای همه ما خاطره سازی کرده و اکنون پس از 30 سال از نو سولی رو روی صحنه های موسیقی های بسیار ارزنده و با ارزش ایرانی میبینیم و فرصت دیدار او رو برای شنبه آینده 9 فوریه مغتنم میشماریم که به دانشگاه USC بیاییم و به دیدارتون. بسیار متشکرم خانم، از شما سپاس بذارم که این فرصت رو من دادید تا آشان کلمه بتونم با شما و دوستانم حرف بزنم. ما هم ممنونیم و با یکی دیگر از آهنگ های آلبوم دیگرتون، آهنگی رو که اول شنیدیم از آلبوم آب بود و الان از آلبوم دیگر شما، با یک ترانه از شما خدافظی میکنیم. خیلی سپاس بذارم. روز خوبی داشته باشید آقای سولی. خب با شنیدن این آهنگ فرصت خدافظی رو هم من سری میگیرم و یک خدافظی تون میکنم با سپاس از مهمانان برنامه، آقای رضا گوهرزاد، خانم دکتر هاله اقراری، آقای شاهرخ مشکین قلم، هادی خورسندی، دکتر صدرالدین الهی و آقای سلیمان واسقی یا سولی که هم اکنون صدای او رو میشنوید. سپاس از علیرضا حکمت‌چهار گرامی. تا هفته آینده، have a great weekend. رنگین کمان از نور است اینجا، خواهیش ببین چشمت روشن.
شاد.